آلزایمر چگونه یک بیماری است؟ آلزایمر یه بیماری پیشرونده مغزه که در اون یک تغییرات قابل برگشت تو سلولای مغز ایجاد میشه که به تدریج آدمی که آلزایمر داره حافظش رو از دست میده و سایر توانایی های عقلی که مثلا باهاش حساب کتاب میکنن، محاسبات میکنن یا قضاوت میکنن، استنتاج میکنن، اینا رو از دست میدن. معمولا افرادی که آلزایمر دارن میگیرن اول کار یه مقدار حالت پرخاشگری و تهاجم هم پیدا میکنن، ولی همیشه نه. چی سبب از این تغییرات میشه؟ واقعیتش اینه که دانشمندا هنوز به درستی نمیدونن علت بیماری آلزایمر چیه. یه سری چیزهایی رو حدس میزنن. اغلب موارد کسایی که آلزایمر میگیرن سنشون بالاست. پس سن یک عاملیه که وقتی بالا میره میتونه موجب آلزایمر بشه. تقریبا بالای 65 سال از هر 9 نفر یکی آلزایمر داره و بالای 85 سال از هر 2 نفر یکی آلزایمر داره. پس هر چه سن بره بالا خطرش بیشتر میشه و تو زنها معمولا تو سن بالا خطر آلزایمر بیشتره، یعنی به ازای هر 3 تا زن 2 تا مرد آلزایمر میگیره. تشکر. بشنویم که بیننده ما چه پرسشایی دارن. اول سلام خدا تقدیم میکنم با دکتر صاحب محترم. سوالم این است که کیها بیشتر مبتلا به بیماری آلزایمر میشوند؟ اون مواردی که هست کسانی که زندگی ناسالمی داشتن. منظورم از زندگی ناسالم اینه که غذاهای چرب شیرین زیاد خوردن، وزن اضافی داشتن یا کم حرکت بودن، ورزش نمی کردن، اینها خطر بیماری آلزایمر درشون هست. کسانی که دیابت دارن، بیماری های عروقی، قلب و عروق دارن، خطر آلزایمر درشون بیشتره. چی تغییرات میاد در دماغ یک فرد مبتلا به آلزایمر که شما گفتین مشکلات شناختی پیدا میکنه و اختلال حافظه پیدا میکنه؟ ببین واقعیتش اینه که توی مغز یک سری پروتئینی ترشح میشه که طبیعی نیست، نرمال نیست و اون آمیلوید اسمش. اون آمیلوید وقتی توی مغز ترشح میشه رسوب میکنه، میشینه پلاک، یه تشکیل پلاک میده و اون پلاک ها باعث میشن به هم گره میخورن و باعث میشن جای سلولای مغزی رو میگیرن و سلول مغز یا نورون بهش میگن میمیره و وقتی سلول مغز میمیره مغز آدمای مبتلا به آلزایمر کوچیک میشه. باز هم نوبت بری بینیم و میتیم. درود به شنونده و دکتر صاحب برنامه. میخواستم بپرسم که اعراض و علایم مریضی آلزایمر کدام است؟ برجسته ترین علامت بیماری آلزایمر فراموشیه. خیلی وقتا آهسته شروع میشه بیماری، فقط مثلا اسما رو فراموش میکنن، آدرس ها رو فراموش میکنن، اول دست کلیدشون یادشون میره کجا گذاشتن، چیزایی به این سادگی و به تدریج پیشرفت میکنه، حتی نمیدونن نهار چی خوردن زور. ولی تهاجم و پرخاشگری، یعنی دچار سوء ظن میشن مریضای مبتلا به آلزایمر اول کار، ممکنه به دیگران شک کنن و حمله کنن بهشون، این ممکنه علامتش باشه و خیلی وقتا واکنششون نامناسبه. به فرض خبر مرگ یکی رو میشنون ولی شروع کنن لبخند زدن، این ممکنه اگه فرد بالای سن 65 تا 80 سال ایناست ممکنه شروع آلزایمر باشه. باید دقت کنن و میرن از خونه بیرون گم میشن تو خیابون، این علامت بیماری آلزایمر اگه شروع شده. و اگه به هر حال مریضی پیشرفت میکنه، در مراحل پیشرفته حتی نمیتونن حرکت کنن، نمیتونن از تخت خواب بلندشن، باید کمک بشون که و اختلال بعد پیدا میکنن، نمیتونن قورت بدن، یادشون میره اصلا قورت بدن و نفس کشیدنشون هم دوچار مشکل میشه. دکتر صاحب تشخیص از این چگونه است و چرا برای تشخیص فوری آلزایمر بسیار تاکید میشه؟ اگه تشخیص قطعی بخوایم فقط بعد از مرگ ممکنه. از توی مغز فرد میتونن نمونه بذارن زیر میکروسکوپ، اون آمیلویدا، اون پروتئینا رو ببینن. ولی قطعی اون موقع است. اما دکتر وقتی که شروع میشه علائمش میتونه شک کنه به اینها علائم و میان از مریض رو معاینه میکنن. این معاینه روانی هم داره، یه بخش معاینه روانی داره که یک پرسشنامه
هست، یه سری سوال میکنن و ارزیابی میکنن، میسنجن که چقدر فرد هنوز حافظش کار میکنه. اینا بخشی از این تشخیصهای آلزایمره، ولی در این حال سی تی اسکن کمک میکنه و MRI که ببینن اندازه مغز شده. باید هر چیز زودتر این معاینات هر چیز زودتر تشخیص داده بشه بهتره، چون که میتونیم که یه سری دارو هست که میتونه کمک کنه به پرسش بینده ما در مورد تداوی عزیزه که میپرسن سوال گرفته، بعد از اون میپردازیم به قسمت تداویش. سلام دکتر صاحب، آیا بیماری آلزایمر قابل پیشگیری و تداوی است؟ واقعیتش اینه که درمان قطعی نداره آلزایمر، ولی در حال پژوهش و تحقیقات وسیعی هستن. مرکز بیماری های اعصاب و روان در امریکا، مرکز بیماری های آلزایمر در امریکا تحقیقات بسیار وسیعی دارن میکنن روش. اخیراً داروی سولانزماب رو به عنوان یک در واقع جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره اگه در مراحل اولیه شروع بشه معرفی کردن. اما داروهای دیگه هم هستن مثل گالانتامین که اینها هم کمک میکنن به اینکه هوش و حافظه رو یه مقدار تقویت کنن. مهم اینه که وقتی فردی مبتلا به بیماری آلزایمره، خانواده بشینن تا وقتی که طرف هنوز میتونه فکر کنه باهاش تصمیم بگیرن که اون به فرض تصمیم داره با کدوم بچهش زندگی کنه، تصمیم داره که مثلا وقتی که مراحل آخر زندگیشه تو بیمارستان باشه یا تو خونه باشه. تا این تصمیمای مهم زندگی رو در موردش زود بگیرن، چون ممکنه یه موقع انقدر سریع فرد بیفته تو وضعیتی که دیگه قابل برگشت نباشه که دیره که برای تصمیم گیری. و در این حال تا وقتی که فرد سر پاس، بهترین کار اینه که هنوز کتاب بخونه، بهترین کار اینه که هنوز جدول حل کنه، تلویزیون تماشا کنه، هرچی با محیط بیشتر فکری و دماغی از پیشرفت بیماری جلوگیری میکنه. آخرین سوال دکتر صاحب، چقدر عمر میخوره یک فرد پس از ابتلا به بیماری؟ جواب 100% نداره این حرف، ولی اگر حدود 65 سالگی به بعد فردی بیماری آلزایمر گرفته باشه حدود 10 سال، ولی اگه بالای مثلا 80 سالگی گرفته باشه 3 تا 4 سال. با این وجود میتونه تغییر کنه. تشکر دکتر سبسا شفریتون با برنامه.